سلام، من امروز اومدم با یه ویدیوی خفن دیگه از کی بود. ویدیوی امروز ما درباره پیام ده کردی و ناگفته های زندگی شخصی اون از جدایی از همسر اولش تا تأسیس نانواییشه. اون متولد 20 اردیبهشت سال 1356 در شهر کرده و فارغ التحصیل لیسانس رشته ادبیات دراماتیک از دانشگاه آزاد عراق و فوق لیسانس تئاتر از دانشگاه تهرانه که با سریال شهریار حسابی درخشیده. اون در سریال جنجالی گاندو هم حضور داشته و مدرس بازیگری و فن و بیانم هست. آقای دهکردی به عنوان فرزند سوم خانواده به دنیا اومد. پدرش کارمند بانک کشاورزی و مادرش معلم بود. اون یه خواهر و یه برادر بزرگتر و یه برادر کوچکتر از خودش داره. اون گفته که از همون دوران بچگیم در شهر کرد تابستونهای من اینطوری میگذشت که پدرم فرفره درست میکرد و من با یه صندوق آدامس و شانسی باید در کوچه ها میچرخیدم تا اجناسم رو بفروشم. کار در ساندویچی پسرمم بعد از اون در زمین های کشاورزی دایی و شوهرمه هم جز اتفاقات اون روزگار بود. اون از 10 سالگی با خانواده از شهر کرد به اصفهان نقل مکان کرد و به صورت جدی با گروه تئاتر مدرسه از مقطع راهنمایی شروع به بازی کرد و تقلید صدا رو هم دنبال می کرد. گفته که به خاطر اینکه برادر بزرگترش پزشک بود، با اصرار خانواده و بدون علاقه خودش در کنکور پزشکی شرکت کرد و طبیعتاً قبول هم نشد. اما در کنکور دانشگاه آزاد با رتبه 21 در رشته نمایش شهر عراق قبول شد و خانوادهش رو راضی کرد که اجازه بدن به سمت علاقه خودش بره. اون به موازات دوران دانشجویی در عراق همزمان در اصفهان تحت آموزش بازیگری مرحوم استاد ابراهیم کریمی قرار گرفت و در تهران شاگردی استاد سمندریان رو می کرد. به صورت جدی از سال 1378 با نمایش کرگدن تئاتر رو ادامه داد تا اینکه در سال 1382 با مجموعه باغ بلور به کارگردانی رامبد جوان وارد کادر تصویر شد. اون یک سال بعد با فیلم یک تکنان به کارگردانی کمال تبریزی وارد سینما شد. عزیز که اصلا حرفشو نزن. سوزن هم نمیتونه براتون. کربلایی بچه های برادر در پشتر دارن با وانت میان. دارن میان پیشوازه. چی؟ زنگ زدم بهشون گفتم راه افتادی. خوب کاری هم کردی. خدا رسولی هر چی بگی حق داری. میدونم خیلی به جزام شده. شهرت ایشون اما در سال 1386 با سریال شهریار شروع شد. مطلب مهمی بود که میخواستم شما بدونید. یعنی فکر میکنم بهتره که شما بدونید. و بعد از اون با سریال مدار صرف درجه ادامه پیدا کرد. استین مورد آزار و اذیت یهودی ها قرار دارن و شما اینجا از همکیش های فراری اونا پذیرایی که پی حمله کشور شما به روسیه ایشان به شدت نگرانن که مبادا قوای متفقین با دستاویز قرار دادن حضور اتباع شما در ایران بهانه‌ای برای حمله به کشور ما پیدا بکنه. آقای دهکردی درباره بیماریش گفته که در سال 1385 متوجه شدم به بیماری سختی یعنی اختلال در مغز استخوان مبتلا شدم و زمان کمی برای زنده موندن دارم. سرطان نبود ولی اشتراکات زیادی با سرطان داشت. گذشت تا اینکه زمان بستری در بیمارستان تصمیم گرفتم با این بیماری مبارزه کنم و در نهایت موفق هم شدم. از سرمایه های زندگیش هم گفته که روی بوفه های اتوبوس نشستن یا با کامیون در مسیر اصفهان و عراق رفت و آمد کردن
یا پخت سویا پلوهایی که بین بچه‌های دانشکده معروف شده بودم، اینا همه از سرمایه های زندگی منه. اگر اون نقص ها، اون نداشتن ها اگر بود، امروز من به چیزی که میخواستم نمیرسیدم و این اتفاقات در زندگی من رخ نمیداد. این بازیگر بعد از اینکه تصمیم به ازدواج گرفت، کلی با پدرش کلنجار رفت که مخارج مراسم عروسی رو به خودش بده تا بتونه با اون کاری انجام بده و در نهایت یه پیکان مدل 1363 قهوه‌ای خرید و مشغول مسافرکشی شد. با این حال بعد از ازدواج و چند سال زندگی و بعد از به دنیا اومدن دخترش نورا طلاق گرفت و همسر و دخترش راهی کشوری دیگه شدند و چند سالی از دخترش فاصله گرفته. آقای دهکردی برای بار دوم با خانم عارف لک، بازیگر، شاعر، نویسنده و مدرس صدا و گفتار ازدواج کرد و حالا در عرصه تئاتر کنار هم حضور موفقی دارند. عارف لک متولد 19 مهر سال 1365 و با دهکردی 10 سال اختلاف سنی داره. پیام دهکردی گفته چند سال پیش به علت ترافیک، آلودگی و ازدحام تصمیم گرفتم از تهران به شمال مهاجرت کنم و تصمیمم را هم عملی کردم و الان در لاهیجان ساکنم. کمترین اثر مهاجرت برام ترک سیگار بود و حالا توی این شهر آموزشگاه بازیگری هم دارم. بعد از ماجرای حوادث مهسا امینی و اعتراضات گسترده، اون ترجیح داد که از عرصه بازیگری فاصله بگیره و به تازگی ویدیویی از نانوایی که باز کرده منتشر کرده که حسابی مورد توجه قرار گرفته. استاد سلام. سلام. ارادت مبارک باشه. استاد چی شد اومده تو شغل نونوایی؟ والا دیگه روزگار دیگه من چیز باید که دیگه کار نمی کنم فعلا و دیگه باید برای گذران زندگی بکنیم چی کار کنیم دیگه کاری بود که دوستش داشتم دیگه رفتیم دوره گذر بودیم کلی در رو به اتفاق بودیم و این بازیگر علاوه بر نانوایی و بازیگری و آموزشگاه هنرپیشگی که داره، کافه داری هم میکنه و مرکز فروش چایی هم داره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حتما با نظرات زیباتون ازم حمایت کنید. لایک و سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره.